فصل پنجم. در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطه جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان کافران هم یافت نمی شود. زیرا می شنوم که شخصی با زن پدر خود رابطه دارد. چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم می کنید؟ اگرچه من جسمن از شما دور هستم ولی روحن حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی محکوم ساختم که گویی خودم در آنجا حضور داشتم. پس وقتی که شما با روح من و قدرت عیسی خداوند ما جمع شوید، این شخص را به شیطان تسلیم کنید تا طبیعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند یعنی روز داوری روحش نجات یابد. فخر شما در این مورد بیجاست، مگر نمی دانید که با کمی خمیر مایه مقدار زیادی خمیر برمی آید. پس اگر می خواهید خمیر تازه فطیر باشید چنان که هستید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید، زیرا مسیحی که قربانی عید فسح ماست ذبح شده است. بنابراین عید فسح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه، خمیر مایه بدخواهی و شرارت، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت هست نگاه داریم. در نامه‌ای به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید. ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوتران این جهان یا طمع‌کاران و کلاهبرداران و یا بت‌پرستان کاری نداشته باشید. زیرا در این صورت مجبور می شدید که این دنیا را ترک کنید. بلکه مقصود من این بود که با کسانی که خود را مسیحی می دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بت‌پرستی، ناسزاگویی، مستی و یا کلاهبرداری می گردند معاشرت نکنید. حتی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید. زیرا من با افراد خارج از کلیسا چه کار دارم که درباره آنها قضاوت کنم؟ وظیفه شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید و داوری افرادی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را از میان خود برانید.